بسم الله الرحمن الرحیم. من یعقوب حقیقت نیا هستم، متولد شهرستان بنا، فارغ تحصیل دانشگاه خواجه نصیر در رشته شیمی عالی شاخه دارویی و همکنون مدیر عامل بزرگترین شرکت تحقیقاتی و دانش بنیان که فعالیتش در زمینه تولید داروهای نوین هست. این شرکت به دلیل اینکه کلن داروهای هایتک رو کار میکنه در زمینه داروهای سرطانی، در زمینه داروهای MS و همچنین داروهای سرطانی با ساختار شیمیایی، با ساختار پپتیدی و سایر داروهایی که به صورت های تک در جهان وجود داره، ما میتونیم بگیم داروها داروهای نوین هستن. بالغ بر 70% از نیروهامون بالای لیسانس و بیش از 30 نفر دکترا و بالاتر از دکترا اینجا مشغول به کار هستن و دانش ایجاد میکنیم برای ماده مؤثره دارویی و همچنین محصول نهایی که به اشکال مختلف، شربت، قرص و آمپول و سایر اشکال دارویی که هست، دانشاشون رو ایجاد میکنیم اینجا. در مورد حوزه سلامت چه در داخل کشور ما چه در جهان، هر روز در حال تغییر. برای درمان، برای بیماری ها داروهای جدید، داروهای نوین با ساختارهای متفاوت وارد بازارهای جهانی میشه. مطالعات متفاوت شده. در داخل ایران ما میتونیم بگیم که این شرکت با توجه به اینکه بزرگترین شرکت تحقیقاتی و دانش بنیان هستش، جهتگیری میکنه جهت شناسایی داروهای نوین برای درمان سریع و مؤثر امراض مختلف. در اینجا ما متخصصینی داریم که میان داروهای نوین شناسایی میکنن و یک ساختار منسجم جهت تحقیقات و تولید داریم که از کمیته محصول این رد میشه، به عنوان پروژه در فاز تولید قرار میگیره و تحقیقاتی که انجام شد بعد از تحقیقات و ایجاد دانش فنی وارد مرحله تولید میشه. تولیدات شرکت ما به عنوان بزرگترین شرکت دانش بنیان از اول تا آخر در داخل تولید میشه. چجوری؟ ما دانش فنی ماده مؤثره دارویی و دانش فنی محصول نهایی رو خودمون ایجاد میکنیم و بعد ماده مؤثره دارویی رو تولید میکنیم و محصول نهایی رو در یکی از شرکت های گروه خودمون میام تولید انجام میدیم. فلسفه وجودی این شرکت دانش بنیان اینه که هم در دو تا فاز ماده مؤثره هم محصول نهایی ایجاد دانش فنی میکنه و تولید انجام میده، یعنی تمام زنجیره رو شامل میشه. در حال حاضر در شرکت توفیق دارو بالغ بر 180 نفر پرسنل مشغول به کار هستند و اگه به صورت غیر مستقیم حساب بکنیم مطمئنا این ضریب 5 میشه. چرا؟ چون که ما نیاز داریم خط تولید احداث میکنیم، دستگاه هایی که نیاز داریم اکثرا از داخل تامین میشن. به خاطر همین معمولا یه ضریب 5 وجود داره که خارج از اینجا به صورت غیر مستقیم مشغول به کار هستن. ما فقط در شاخه داروهای MS یک دارویی داریم به نام داروی گلاترامر که بالغ بر 120 میلیارد تومان محصول نهاییشه که به صورت پیرفسورنگ فروش میره. یه محصول دیگه ای داریم که حدود داروی مؤثر بر MS به صورت کپسول فینگولیمود که حدود 80 میلیارد تومان فروش داخل هست، که اگه در این دوتا مورد ما بیایم بگیم تاثیرگذاری این شرکت چقدر بوده، بالغ بر 120 تا 150 میلیارد تومان داخلی بوده، با ارز دولتی حساب بکنیم بالغ بر 20 الی 30 میلیون دلار باعث ارزآوری شده. تنها موردی که متفاوته ما به صورت جنریک داروها رو تولید میکنیم. یه مقدار از محصولات خارجی به صورت برند هستن، البته در خارج از کشورم جنریک وجود داره، ولی از لحاظ کیفیت همون دارو هست، چون که ما طبق استانداردهای جهانی اینا آنالیز میشه و بررسی میشه، تحت کنترل وزارت بهداشت وارد بازار میشه. برای موفق شدن به هر حال ما نیاز به دانش داریم، ولی جدا از اون انگیزه کاری و انگیزه در مورد اون رشته‌ای که شما فعالیت میکنین عامل اصلی هست. شرکتی که تشریف آوردین شرکت دانش بنیانی است که در زمینه تولید مواد اولیه دارویی
در واقع فعالیت داره. ساز کار شرکت به این صورت است که متخصصین ما با توجه به نیاز داخلی کشور شروع میکنن به تحقیق و بررسی بازار و مصرف داروی خاصی که توی کشور در واقع به عنوان گلوگاه و نیاز اساسی و استراتژیک هستش. بعد از مطالعات مختلف در کمیته محصول شرکت این داروها تصویب میشه و متخصصین با توجه به دانشی که دارن و با توجه به پشتکار خودشون مسیر سنتز این داروها رو از طریق فرایندهای آزمون و خطا و فرایندهای تحقیقاتی به ثمر میرسونن و به دانش بومی اون دارو دست پیدا میکنن. در فاز بعدی داروهایی که در واقع توانایی تولید اونها رو در خط تولیدهای خودمون داریم که داروهای بسیار استراتژیکی که شروع به تولید میشه و تحت در واقع کنترل های خاص وزارت بهداشت و تحت در واقع بازرسی های خاصی به اسم GMP اینها تولید میشن. ما در داخل این شرکت 6 خط تولید داریم. خط تولید داروهای نارکوتیک رو داریم، خط تولید داروهای LVHV که در واقع داروهایی هستن که با حجم پایین اما ارزش افزوده بالا تولید میشن، خط تولید داروهای ضد سرطان رو داریم، خط تولید اختصاصی یکی از داروهای استراتژیک رو داریم که برای بیماری های MS استفاده میشه و داروی پپتیدی هست، و خط تولید داروهایی که پایه بیولوژیک دارن که به اونها داروهای بیومواد گفته میشه. شرکت دانش بنیان ما با بکارگیری تکنولوژی نانو کمک میکنه به دراگ دلیوری و رهایش دارو که این باعث بشه بیماران با مصرف کمتری از دوز دارو و به صورت هدفمند درمان بشن. استراتژی شرکت ما دستیابی به دانش داروهای خاص تو حوزه های سرطانی مثل بیماری های MS که این داروها تولیدشون تکنولوژی بالایی داره. بعضی از محصولاتی که ما تولید کردیم انحصارش دست 3 تا کشور برتر دنیاست که ما خوشبختانه تونستیم اونو تولید کنیم و به بازار بدیم، و علاوه بر این که تونستیم انحصار این دارو رو در حوزه دانش بشکنیم، قیمت تمام شده اونو برای مصرف کننده و یا بیمار تا برخی موارد تا حتی 90% کاهش بدیم که خب این باعث جلوگیری خروج ارز از کشور شده و همچنین باعث شده که ما کشورمون به خودکفایی برسه تو حوزه تولید بعضی از محصولات که علاوه بر اینکه قیمت تمام شده اون تو واردات برای ما خیلی زیاد بودش، جلوگیری میکردن کشورها تو تحریم‌ها از واردات اون و ما خیلی مشکل داشتیم برای واردات اون. با تولید این داروهای خاص توسط شرکت دانش بنیان ما خب مسلما خیلی بی‌نیاز شدیم از وابستگی اون به کشورهای دیگه. محصولات ما کیفیت خیلی خوبی داره که استانداردهای جهانی رو پاس میکنه و برای اثبات اون میتونم بگم که ما این محصولات رو به کشورهای اطرافمون و حتی پایان فراتر از اون گوشه به حوزه CIS کارهای صادراتش رو انجام بدیم که خوشبختانه در آینده نچندان دور صادرات ما شروع میشه و بیشتر کاراش انجام شده و فقط مجوزاش مونده.